نقش جهان از این بالا نمایان‌تر است. وقتی پا به طبقه دوم مجموعه تاریخی میدان امام اصفهان می‌گذاری، متوجه ظرفیتی می‌شوی که همچنان خالی است. از سال 1388 بازآفرینی غرفه‌های طبقه دوم کاملاً انجام شد و الان در حال حاضر ما 70% این غرفه‌ها رو تونستیم در ضلع جنوبی، ضلع غربی و ضلع شرقی احیاش بکنیم. حالا یک ماهی می‌شود کنار اقدامات مرمتی چندین ساله طبقه دوم میدان با تخلف و تصرف‌های غیر اصولی برخی بازاریان برخورد قانونی شده است. در یکی دو سال اخیر بعضاً ما مشاهده کردیم که بعضی مغازه‌ها بدون هماهنگی با میراث فرهنگی اقدام کردن به بردن گردشگر بود. طبقه های دوم حتی گردشگر خارجی. 7 نقطه توی میدان هست که دسترسی از طریق مغازه داره. چند نقطه هم تو چند تا از این ارسنم کاروان سرای اطراف بود. با این دوستان صحبت شد، تذکرات لازم داده شد. بعضی از ورودی ها تصرف شده بود که رفع تصرف شد. فضای زیبا و تنیده به همه حجره های طبقه دوم میدان می تواند مکانی برای موزه اصفهان و دیگر ملل باشد. بیش از 50,000 شی آماده داریم که بتونیم اگر این موزه بزرگ منطقه ایجاد شد این اشیا رو در داخل اون قرار بدیم. موزه‌ای که این روزها نبودش در اصفهان یک خلأ بزرگ فرهنگی است. خیلی هنرمندان مطرح رو داریم که تو خونهشون آثارشون رو نگه می‌دارن. بله، این اتفاق این هم در همون طرح هست که هم خودشون به صورت زنده در اونجا کارگاه تجربه آموز داشته باشن، این که بتونن آثارشون رو که ثبت بین‌المللی گرفته و نشانه بین‌المللی گرفته رو بتونن اونجا. میدان امام میدان مرکزی شهر اصفهان است و در اردیبهشت 1358 جزء نخستین آثار ایرانی بود که به عنوان میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت جهانی رسید. کارشناسان فرهنگی میگویند اگر یک همکاری منسجم بین دستگاهی شکل گیرد، 3 تا 5 سال آینده طبقه دوم این میدان تبدیل به یک موزه زنده فرهنگی خواهد شد. محمد علی سهیل پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.